هفدهم اسفند ماه 1397 خورشیدی و 8 مارس 2019 میلادی. 8 مارس باید تبریک بگم، حتما روز زن به تمام زنان جهان به ویژه زنان آزاده جهان. امشب در صفحه آخر میپردازیم به چند موضوع روز: محاکمه حاج حسین هدایتی، مافیای گوش، جبران ورشکستگی بانک‌ها از سفره مردم و پول‌های کلان همچنان گم شده در نظام مافیایی حاکم. پرده آخر و آخر برنامه. تقدیمی این هفته به محمد سعیدی، مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. قبل از اینکه بشنوین تقدیمی رو، بذارین آقای محمد سعیدی رو یک معرفی کوتاهی ازش داشته باشیم. ایشون از اطلاعاتیایی است که از آغاز در وزارت اطلاعات بوده. دوره آقازاده وزیر نفت خامنه‌ای رفسنجانی رابط وزارت اطلاعات با وزارت نفت بود. دوره فلاحیان و معاونت سعید امامی در وزارت اطلاعات، دوره ریاست جمهوری رفسنجانی، جزو کسایی بود که در قتل‌های سیاسی که معروف شد به قتل‌های زنجیره‌ای دست داشت، در سطح مدیریت و همراه سعید امامی. دوره خاتمی و دولت اول احمدی نژاد آقازاده شد رئیس سازمان انرژی اتمی. محمد سعیدی هم با خودش برد اونجا. سعیدی شد عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای با کشورهای 5 به اضافه 1. توی یکی از بولتنهای محرمانه وزارت اطلاعات در سال 87 که افشا کنندش الان زندان متاسفانه و نمیدونم چه بلایی سرش آوردن، نوشته شده محمد سعیدی یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران لپتاپ خود را در محل مذاکرات هتلی در وین مفقود کرده است. در این لپتاپ اطلاعات مهمی حاوی نوع، تعداد، مدل و طراحی انواع سانتریفیوژهای فعال در مراکز غنی‌سازی کشور وجود داشت که سعیدی با مفقود کردن آن در هتل محل مذاکرات اطلاعات مهمی را از زیرساخت‌های هسته‌ای کشور در اختیار کشورهای مذاکره کننده قرار داد. یه کمی شلوغ پلوغ شد اون موقع که این اتفاق افتاد، قضیه درز گرفته شد چون مقامات بالا فرمودند قرار بوده این اطلاعات را با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بدهد. با مفقود شدن لپتاپ ضربه متوجه نظام نیست. محمد سعیدی یکی دیگه هم بود، حبیب عسکری که به اسم سیادتی بازجو، دو نفری هستند که عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای بودند و بعضی از زندانیان سیاسی از جمله حشمت تبرزدی و فاطمه رفسنجانی، هاشمی رفسنجانی، میگن بازجو هستند. اینها در اوین به شغل شریف بازجوی اشتغال دارند. تبرزدی درباره محمد سعیدی میگه، فاطمه رفسنجانی درباره بازجوی برادرش مهدی هاشمی در زندان میگه که اون بازجو سیادتی، یعنی همون عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای، یعنی آقای حبیب عسکری. باری اینا همیشه سرشون خیلی شلوغه دیگه، ده تا کار میکنن. از شهریور 94 آقای محمد سعیدی، مدیر عامل سازمان کشتیرانی کشور. تقدیمی این هفته از یک دریانورد ارشد به محمد سعیدی، مدیر عامل سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی. من از جنوب کشور مزاحمتون میشم. من شغلم دریانوردی هستش و مدت 6 سال به عنوان چیف آفیسر یکی از کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی مشغول به کار بودم تا نزدیک 5.5 ماه، تقریبا 6 ماه پیش که کشتیرانی اومد تعدیل نیرو داد و نزدیک به 80 نفر به اضافه من و 80 نفر از همکارای منو اخراج کردن، یعنی تسویه حساب دادن. کسایی که 10 سال 13 سال سابقه کار داشتن، اکثرا یا کپتن بودن یا چیف انجینیر بودن یا پورت انجینیر بودن و سمت‌های بالا و فوق‌العاده تجربه بالایی داشتن رو بیرون کردن به همین راحتی. بعد
ما رو معرفی کردن به شرکت های خصوصی دریا نوردی که ما رفتیم اونجا، اونا اعلام کردن که ما پذیرش نداریم، یعنی اکثر کشتی همون پرسنلاش تکمیله، چون از پرسنل های هندی، پاکستانی و فیلیپینی استفاده میکنن که فوق العاده مفت میان اینجا توی ایران کار میکنن، یعنی با ماهی 90 دلار 100 دلار، یعنی از هند و پاکستان میان. بعد اینجا خود بچه های کشتیرانی براشون مدارک جعلی میسازن، یعنی به عنوان چیف آفیسر یا سکن آفیسر یا چیف انجینیر یا سکن انجینیر میفرستن روی برد کشتی و ما اینجا با مدرک اصلی و این همه تجربه، این همه زحمت شرمنده خانوادهمون شدیم آقای فلاتی. خدا میدونه من نزدیک به یک ماهه که رنگ مرغ و گوشت و ماهی ندیدم، یعنی اینقدر خرج و مخارج ما زیاد هست اینجا و خانواده تقریبا زیر شلوغی هم هستیم. خدا میدونه من اگه به خاطر مادر پیرم و عشق همسرم نبود چند بار خواستم خودم رو از بین ببرم. نوروز 58 می گفتن در بهار آزادی جای شهدا خالی، هر کی هم از زن خود شهدایی داشت. حالا نوروز 58 در بهار آزادی جای شهدا خالی که چی؟ که چی ببینن؟ که ببینن نوروز 98 اوضاع اینه. موندم که به صدا چیکار کنم. من الان با این وضعیت اومدم، به خدا الان یک هفته از دنبال یه جفت کفش برای خودم دارم میگردم و سعی میکنم که برای خودم چیزی نخرم. اگر داشته باشم برای همسرم بخرم یا برای بچه ها نوام، اگر چیزی داشته باشم. با این وضعیتی که الان هست و به صدا نزدیک عیدم هست و نگاه میکنم ببینم، به هر چیزی نگاه میکنم اینم قیمت ها بالاست و من نمیتونم چیزی بخرم. 20 تا میگیریم، یک اوت 20، 5 سر آیله. یه مهمونم اومده بر خونمون، پسرم یعنی بیکار مریض تو خونه من، 6 تا چی بخورم؟ باید الان دارم میگم برم اشکنه درست کنم بخورم. این زندگیه؟ یک اوت 20، این پول برقمون که دوبله اومده، پول آب که دوبله میاد، پول گاز که دوبله میاد زمستونه. یه لباسی که قبلا مثلا می‌خریدم 50 تومان، الان 200 تومان بدم. روغن که 32500 23500 تومان بود، الان کرده 42000 و 43 تومان، 42500 تومان. یا گوشت، الان گوشت یه جه داره میده 110000 تومان، الان همین تراوار میده 45000 خورده، اونم سب با کارت ملی، اونم سب 105 باید 6 بیش سب واسی. تا مثلا یه کیلو اون که گوش خودش میخواد بهت میده. قبلا میگفت یه رون به من بده، رونو میداد. الان وند خورد میکنه، میگه خب بهانش اینه که ما بره بیرون بفروشی. من که میخوام رو گوشت ببرم برای خونه، برای چی دیگه میخوام برم بفروشم. باز نشستم 1,300,000 تومان. تازه یه دختر، 6 تا دختر دارم، 4 تا پسر، موندم گیر. الان پول تمام کردم، همین الان اینم کارتمه، کارتی حقوقمه. این گرونی گوشت و ظاهرا کمیابی گوشت و این صفحای طویل و تحقیرآمیز مردمی که برای بچه هاشون ناگزیرن به این تحقیر تن بدن، اینا از کجا میاد؟ مسئولش کیه؟ فارغ از این که به طور کلی بگیم خامنه ای به عنوان رهبر این نظام و روحانی به عنوان فرد و دوم رئیس جمهور این نظام مسئولن، ولی نهادی که قبل از همه باید جواب کمبود و گرونی گوشت رو بده و منصوب همین دولت، سازمان امور دام وزارت جهاد کشاورزی است. تا اواخر پارسال سال 96 مدیر عامل سازمان توزیع گوشت که مال وزارت جهاد کشاورزی علیرضا ولی بود. آقای ولی دی 96 عوض شد، چون همین ماجرای گوشت هم خیلی فکر کردن اینو وردارن، مثلا چه میدونن بذارن اشه جای دیگه، یکی دیگر بیارن شاید این ماجرای گوشت رو بتونه درستر توضیح بکنه. ولی دی 96 عوض شد، جاش ورناصری اومد. ور به پره، همون کاری رو که ولی میکرد ورناصری ادامه داد. بذاریم براتون بخونم. مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام معذرت میخوام، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به اینکه این شرکت مسئول تنظیم بازار گوشت است،
گفت ما شرایط واردات را فراهم می‌کنیم و بخش خصوصی این کار را انجام می‌دهد. ضمن اینکه شرکت پشتیبانی علاوه بر فراهم کردن بستر واردات در بحث توزیع گوشت وارداتی نیز به بخش خصوصی کمک می‌کند. ما شرایط را آماده می‌کنیم. حالا میگم چجوری آماده می‌کنم. گوشت گرم وارداتی عمدتاً از کشورهای آسیای میانه از جمله قرقیزستان، ارمنستان، قزاقستان و گرجستان وارد می‌شود. ضمن اینکه روسیه و استرالیا از دیگر مقاصد وارداتی ما هستند، منابع وارداتی. روزنامه ایران می نویسد با اینکه به طور رسمی نزدیک به 100 وارد کننده مجوز واردات گوشت با ارز 4200 تومانی را دارند، بررسی در میان منابع مختلف نشان می دهد که کمتر از 5 شرکت بخش عمده واردات را در دست گرفتند. شرکت پشتیبانی امور دام نیز گوشت هایی را که آنها وارد می کنند ابتدا به 4 مرکز تحویل می دهد تا آنها بنابر سهمیه تعریف شده در میان فروشگاه های مختلف توزیع کنند. کشور 80 میلیونی در نظر بگیرید. 4 مرکز توزیع کنندن، همه هم زیر نظر، یعنی دولتی ها می دونن، خود وزارت جهاد کشاورزی. جهادگرا کجا این؟ یکی از بزرگترین شرکت‌های وارد کننده تا 2 ماه گذشته حداقل شبی 30 تن گوشت وارد کرده. بر این اساس تنها از این محل شبی 1,500,000,000 تومان عاید شبکه و شرکایی که در میان از واردات تا عرضه قرار دارند می‌شود. در همین حال علی اکبر مهرفرد، این آقای مهرفرد یادتون بمونه، علی اکبر مهرفرد معاون وزارت جهاد کشاورزی، وجود هر گونه انحصار در زمینه واردات گوشت را تکذیب کرده است. این علی اکبر مهرفرد کیه؟ معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است که به واردات دام و گوشت دام مستقیما مربوط میشه. یکی از شرکتاش اسمش هست توسعه ابتکار نور البرز. حاج علی اکبر مهرفرد معاون وزیر جهاد کشاورزی خودش به عنوان معاون وزیر، برای خودش به عنوان مدیر عامل توسعه ابتکار نور البرز تاییدیه صادر کرده که گوشت با ارز دولتی با مبلغ 1,000,000 یورو وارد کنه. اینه باز. بعد میگن نمیم پولشویی، بریم ببینیم کی کرده، نمیم کی دزدیده، این وسط کدوم وزیر چند تا شرکت داره، فلان داره. بابا یارو معاون وزیر جهاده، یه شرکت علکی داره که فقط پول برداره توش بذاره و بعد وارد بازار انحصار گوشت میشه. خودش هم دستور میده که آقا اینقدر وارد بکنه، عرض بده بانک مرکزی بهش به نام دستور خودش برای شرکت خودش. حالا اون شرکت مثلا مال یکی دیگه است، اون تا وقتی میری شناسنامه‌اش میبینی دیدین دیگه، مدیر عاملش همین آدم. گوشت وارداتی چنده و چند به بازار میره؟ مردم گوشت میرسه کیلوی 28 تومن از داغستان، روسیه، رومانی، اونم نژاد رومانوف، اونم بره، اونم نر، نکن گوشت خوبی میرسه. حقتون رو طلب کنید. کیلو 28 تومن میرسه، کیلو 33 تومن، 33-34 تومن باید تاجر بده به سازمان امور دام و پشتیبانی، اونم باید کیلو 40 تومن برای شما توزیع کنه. حالا چرا شما گوشت دارید 120 تومن میخرید؟ مردم تا شما مطالبه نکنید اونا پاسخگو نیستن. گوشت هست، مجوز نیست. متشکرم آقای سلیمی‌زاده. سلام. میگم الان باز مشکل همون تعارض منافع، به خدا مشکل پزشکی همینه، مشکل سیستم وکالت همینه، مشکل هم این مجوز وارداتی که میگن آقا اینو خواست دست یک مثلا گروهی به اسم انجمن وارد کنندگان گوشت، دیگه تموم شد، دیگه من چیزی نمیگم. یه انجمنی ان که خودشون وارد کنندن، حالا میخوام به وارد کننده جدید مجوز بدن که اون مثلا 200,000 تقسیم شه. خب نمیدن، خیلی راحته، خیلی مشخصه. چرا میدن برادر؟ میفروشن. همون چرا دیگه. حالا نمیدن که تو اون مجوز سیکل... فروشی هست، مجوز دولتی نیست. آخه درده بابا این گوشت مردم. شب عید نگاه تو این برنامه بذار بگیم که مردم بدونن، مردم شب عید گوشت کم میشه، بعد صف میخورید، بعد تو سر کله هم میزنید، در حالی که نباید به هم بزنید. باید یقه اون سازمان امور دام رو بگیرید. این آقایی که صحبت میکرد یکی از
به اصطلاح امروز ایران کارآفرینان، این آدم آدم دولتی هم نیست، برای همینه که صداش اینجوری در میاد. به هر حال میگن که همین آقا فرمودن که مردم یقه مسئولان رو بگیرین، اینایی که فلان، کی یقه کیو بگیره؟ مهرفرد که گفتم عکسش دیدین، خودش تو مافیای واردات گوشت معاون بازرگانی وزارت جهاده. محمود حجتی وزیر و رئیسشه. مرتضی رضایی مسئول امور دامه. مگه کسی نمیدونه هر پست حکومتی چه منافعی واسه اون کسی که رو اون صندلی میشینه داره؟ مگه کسی نمیدونه که تا اینا با هم بده بسون نداشته باشن، امکان نداره فساد ساختاری بشه طوری که نشه جلوش گرفت؟ امکان نداره اینا بتونن جلوی این فساد رو بگیرن. هر روزم گسترده تر میشه. هر آدم خیری باشه در این نظام امکان نداره بتونه این کارو بکنه. چنان بده بسون همه نهادها و افراد مسئول به اصطلاح نظام مقدس جمهوری اسلامی با هم دارن، چه در داخل چه در خارج. حالا تا اونجا که برسیم میگم. امشب این ماجرای گوشت که الان به مرز فاجعه رسیده، از اوایل سال 96 شروع شد. زیاده خواهی مافیای وارد کننده ای که در رقابت با باندای مافیایی دیگه باید زود خودشو ببنده، میدونین دیگه، این باندای مافیایی که امروز تو ایران بهشون میگن سلطان برای هر کالایی، مثلا سلطان شکر، سلطان کنجله، سلطان قیر، سلطان خودرو، چون هم سلطان سکر چیزی، اینا هر کدوم دسته مافیاست که همشون هم یا مستقیم تو حکومتن، مثل نعمتزاده و همین مهرورز و خانواده مکارم که هر کدوم توی حوزن، یا از رانت و پارتی و ارتباط و حکومتی استفاده میکنن، مثل حسین هدایتی و انبوهی دیگه که حالا خواهیم پرداخت. و این مافیاها هر کدوم یه دوره کمین میشینن تا بارشون رو ببندن. مثلا سال 85 مثال بزنیم بگذاریم تا منظورم روشن بشه. سال 85 به خواست آیت الله مکارم و آیت الله مصباح یزدی، یارانه شکر داخلی رو احمدی نژاد قطع میکنه تا واردات شکری که دست مدلل و خانواده مکارم ارزونتر از شکر داخلی تو بازار فروش بره. همون سال 85 کافی بود که مکارم و مصباح شهریه همه طلبه هاشون از سود همین شکر وارداتی بدن. حالا ماجرای گرونی و کمبود و انحصار واردات گوشت از اوایل سال 96 سرتیتر خبر اقتصادی و تحلیلی بیشتر رسانه‌های جمهوری اسلامی بوده دیگه، همتون در جریان هستین. همون موقع خبر آمد که هواپیمای حامل گوشت که از قرقیزستان گوشت می آورد سقوط کرد و همه کشته شدن. من پیش توضیح نمیدم، فقط سه تا توییت پشت سر هم زد کریمی قدوسی نماینده مجلس. این توییت ها رو نگاه کنین دیگه. حالا توییت اولش که التماس میکنه به رئیس جمهور که بیا نمیدونم مافیا رو ترتیبش رو بده و فلان کن. دومی، جناب رئیس جمهور، کشورهای منطقه نظیر قرقیزستان، قزاقستان و افغانستان جهت تامین گوشت مصرفی کشور با رعایت تمامی استانداردهای غذایی و بهداشتی و تنها با قیمت کیلویی 37,000 تومان و تحویل در تهران مشهد اعلام آمادگی کردن، اما مافیای موجود که ضروری ترین کالای زندگی مردم رو هم از چنگشان درآورده کارشکنی میکند. خب بعد توییت بعدی، بعد از سقوط هواپیمای حامل گوشت، عرض تسلیت و تأسف برای شهادت جمعی از پرسنل نیروی هوایی ارتش که برای جبران گرانی‌های سرسام‌آور قیمت گوشت اقدام به واردات و تأمین آن از کشورهای منطقه نمودند. پیدا کنید قاتل رو. بله، حاصل برای مردم چیه؟ حالا این دعوای باندها، حاصل برای مردم، با توجه به اینکه همچنان میلیون ها نفر از هموطنان پایه حقوق 1,000,000 اندی دارند، این حقوق ماهانه معادل خرید 10 کیلو گوشت است، در حالی که قدرت خرید ماهانه کارگران عادی در دیگر کشورهای دنیا به طور متوسط 200 کیلو در ماه است. به نظر می رسد در سال تحریمی فعلی و پیش روی آنچه بیش از همه باعث شده تا مردم در رنج و فشار اقتصادی قرار بگیرند تحریم های داخلی است
که مصداق آن انحصار صدور مجوزها و مافیای واردات این کالای پرمصرف و سیستم توزیع نامناسب است که سبب شده تا سفره‌های میلیون‌ها هموطن همچنان خالی باشد. میلیون‌ها خانوار همینان که با حقوق یک میلیون خورده‌ای که یه سرپرست بازنشسته میگیره هر روز جلو مجلس و این اداره و اون اداره دادخواهی میکنن، میلیون ها خانوار کسایی هستند که سرپرست خانواده پولشونو گذاشتن تو مؤسسه های مالی و بانک ها که با فریب سود رقابتی سپرده ها جیب مردم خالی کردن و اگر مردم حرفی بزنن کتک میخورن. نمونهش همین شنبه 4 اسفند یه دست غارت شده های مؤسسه سکه سامن روبرو بانک مرکزی جمع شدن کتک میخورن. درگیری نیروها با مالباختگان سامن. پولش میخواد. این مردم چه تقصیری دارن که تو وضعیت بیکاری و بیپولی و گرونی وحشتناک سپرده گذاری میکنن یا طلاهاشون از کنج صندوقخونه در میارن میدن به این مؤسسه و بانک ها که بتونن با مثلا بهرش زندگی کنن؟ راهی ندارن. یه عده میان مردم رو سرزنش میکنن، اوه نذارید پولاتون سپرده نذارید، از کجا بخورن؟ و تو همین ماجرای سکه سامان برای نمونه و بقیه مؤسسه ها و بانک ها خود حکومت هر دو جناحش توش دست داشت. تو سکه سامان بذاریم براتون بگم که چجوری تبلیغشو میکردن. این مال خبرگزاری ایسناست، خبرگزاری که وابسته به دولت. سکه سامان رو هم دولتی ها هم رقبای اصولگراشون به اصطلاح تا تونستن تبلیغ کردن که باعث شد تو مدت کم بیش از 15,000 میلیارد تومان از دارایی مردم بالا بکشه. یارور هم گفتن ما هم رفتیم گرفتیم تو زندان فلانه. نتیجه خبرگزاری سپاه تبلیغ کرده طلای سامن امن‌ترین مرکز خرید و فروش طلا. عین این تیتر رو دیدین خبرگزاری ایسنام زده بود که مال اون یه جناح به اصطلاح. دیدین دیگه کاملا یک آگهی تبلیغاتی حکومتی واسه بدبخت کردن مردم. چقدر برای مسئولان نظام نیازهای اولیه زندگی مردم مهمه. رسول کوپایزاده وکیل دادگستری درباره آخرین وضعیت پرداخت بدهی مالباختگان سکه سامن گفت 12 بهمن امسال طی نامه‌ای به معاون اول قوه قضاییه از محسنی اژه‌ای درخواست کردم با توجه به اینکه فرایند رسیدگی تا صدور رأی قطعی زمانبر خواهد بود، یعنی درباره اون حضرت آقایی که مال سکه سامن بوده گرفتنش، خب پولا رو مثلا اون خورده مثلا، با توجه به اینکه فرایند رسیدگی تا صدور رأی قطعی زمانبر خواهد بود و وضعیت مالی مالباختگان اسفناک است و اوضاع معیشتی نامناسبی دارند، ترتیبی اتخاذ شود تا در مرحله دادسرا وجوه و اموال توقیف شده به نسبت طلب شکات بین آنها تقسیم شود. این وکیل دادگستری افزود خوشبختانه معاون اول قوه قضاییه در نامه‌ای که به دادستان تهران نوشته اولویت استرداد وجوه و تقسیم اموال در مرحله دادسرا را مورد تاکید قرار داده که این کار قطعا کمک بزرگی به بهبود شرایط وخیم زندگی مالباختگان در آستانه شب عید خواهد بود. نامش آقای کوپایزاده میفرسته به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. بعد آقای دهقان عضو این کمیسیون نامه میزنه به جعفری دولت آبادی دادستان، همون خوشگله. همین درخواست رو میکنه آقای دهقان نماینده مجلس که قوه قضایی زودتر ترتیب برگشت پول مردم غارت شده رو بده. دادستان مخالفت میفرمایند.
آقای جعفری دولت آبادی. دادستان عمومی و انقلاب تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سکه سامن و درخواست برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر پرداخت اموال آنها تا شب عید اظهار داشت میزان طلب مال باختگان پرونده سکه سامن بیشتر از اموال توقیف شده است و دادگاه باید برای پرداخت طلب آنها دستور دهد. تمرکز بیشتر ما بر روی شناسایی اموال است. چرا؟ اینم که میگه میزان بیشتره، میزانش من الان ارقامشو نیاوردم با خودم، میزانش تقریبا سر به سره اون چیزی که بدهی مردمه و اون چیزی که به عنوان دارایی ها و اموال سکه سامن دست دولت گرفته، اندکی کمتره. شما بیاین حساب، وکیله میگه آقا بیاین حساب کنین به نسبت هر کسی که طلب داره از سکه سامن، بیاین تقسیم کنین این پولو، از این را بیفتن مردم. چرا نمی کنین؟ چرا آقای دادستانه؟ من نمیم چی بگم بهت، چون با اون پول دستگاه حکومتی دارن کار میکنن، سود میبرن، چون تمام اونا تو 63 حساب رئیس قوه قضاییه است. برای چی به مردم پس بدن؟ اموال این مؤسسه و کل اموال حتی مدیر عامل این مؤسسه مصادره شده، رسما اعلام شده، همش دست قوه قضاییه است. یعنی پول مردم همش دست قوه قضاییه است الان، ولی نمیدیم تا دادگاه بگه. دادگاه کی میگه؟ نمیدونیم. شب عید بابا، خب باشه، عید چی هستن؟ و این تا حکم دادگاه هم که دیدیم در تمام مواردی که بدهی بانک و مؤسسات مالی به مردم مطرح بوده چه نتیجه‌ای داده؟ هیچی. هنوز سپرده‌گذارهای کاسپیان و 8 مؤسسه مالی که از 10 سال پیش تا 2 سال پیش اینا منحل شدن در مؤسسه ساخته بانک مرکزی، یعنی کاسپیان ادغام شدن، همشون دارن دنبال پولشون میدونن هنوز. ببینین یک گزارشی است از یکم ریخت و پاش‌های مدیران مؤسسات مالی. این گزارش شهریور 97 رفته به حراست بانک مرکزی و مشاور همتی رئیس کل بانک مرکزی. آقای حسن کامران ایشون آذر 97 ایشون نماینده مجلسن، این گزارش ها رو میفرسته به وزیر اقتصاد، یه نامه هم میذاره روش. من نامه کامران به وزیر اقتصاد بذاریم براتون بخونم. نوشته برادر ارجمند، جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، تاریخ 4/10/97، با سلام و تحیات، پیرو مذاکره حضوری در این مورد به پیوست نامه مؤسسه مالی اعتباری کاسپیان در خصوص رفع مشکل مطروح تقدیم می‌گردد. انشاءالله با مساعدت و اقدام جناب عالی مشکل رفع شود. فلان توضیحات، وای به روزی که بگندد نمک، والا غیرتاً جلوی این دزدی‌ها را بگیرید، این خرج‌ها از کیسه سپرده‌گذاران است. خب فقط یه سری ریخت و پاشه، اصل همونه که اینا با هیچی میان، همینایی که مدیران این مؤسسات مالی هستن و زیر عبای ولی فقیه و بانک مرکزیش کار میکنن، بعد پول مردم میگیرن، با همون پول هی میشن سهامدار و عضو هیئت مدیره مؤسسه های جدید با همون پول مردم. این اسنادی رو که عرض کردم من فقط قسمتشو براتون میخونم که گفتم آقای حسن کامران فرستاده به وزیر اقتصاد. چند نفر آورده این گزارش از وضعیت مؤسسه مالی کاسپیان؟ نوشته است که، حالا باز اسناد و خواهش می‌کنم نشون بدین که من سریع اتیکه‌هایشو بخونم. علی نعیمی از مدیران مؤسسه کاسپیان، گرفتن حقوق ماهانه 250 میلیون ریال از شرکت رهنورد ایرانیان شاهوار وابسته به تعاونی منحله امید جلین، حقوق دریافتی از مؤسسه 250 میلیون ریال، 90 میلیون ریال اضافه کار بدون مصوبه، حق جلسات هیئت مدیره از شرکت ساختمانی آتیه 50 میلیون ریال،
خرید یک دستگاه سانتافه مشکی توسط هیئت تصفیه تعاونی منحله و پرداخت اقساط آن، سکونت در منزل متعلق به تعاونی منحله امید جلین با آدرس تهران نیاوران خیابان سعدی نبش تابنده ساختمان نگین پلاک 48. مبلغ این ساختمان، قیمت این ساختمان پنج طبقه 220 میلیارد ریال است با متراژ تقریبی 250. ارزش کارشناسی این ساختمان در خرداد 96 شده 320 میلیارد ولی به دلایل نامعلوم به مؤسسه انتقال پیدا نمی کند. خب بذارین من یکی دیگه شون براتون، اینا همه مدیرای مؤسسه کاسپیان که همشون توی مؤسسات مالی قبلی بودن و دارن همینجوری از اموال اون مؤسسات مالی قبلی که باید همش ادغام میشد در کاسپیان دارن میخورن. همچنان بانک مرکزی هم میدونه. آقای مرتضی عنایتی، گزارش تخلفات تعاونی منحله عام مازندران طی نامه فلان از طرف سال 95 از طرف بانک مرکزی برای مؤسسه ارسال شده ولی اقدامی نشده. بابت این اقدام فلان پولایی که دادن، من تونتون تیکایی رو فقط ارقام بگم. بنا به اظهارات آقای محمدعلی تفکر از گنده لاتای این مؤسسه های مالی خانواده تفکر، در جلسه هیئت مدیره مبلغ 10 میلیارد ریال به مرتضی عنایتی پرداخت شده. نام برده از محل این وجه برای خودشه خودرو BMW برای خانومش خودرو خارجی خریداری میکنه. بنا به اعلام خود آقای عیسی بابایی، پدر خانم نام برده، پدر زنش عیسی بابایی هم تو همین چرخ است، از این محل مبلغ 2 میلیارد ریال به حساب ایشان واریز شده. چرا؟ پدر زنمه. خب ببینین، اینا بخشی از این، من بزنین وقت به همه برنامه رو روی این نامه ها نگیرم که واقعا سرگیجه میگیرین. در خودروهایی که خریدن از تعاونی منحله فرشتگان که به صورت شخصی توسط پسر نام برده آقای قادر محمدی، یکی دیگرشون در اختیار داشتن ساختمان تعاونی منحله فرشتگان که توسط آقای محمدعلی تفکر با آدرس بلوار کشاورز برای برنامه‌ای که مشخص نیست با آقای قادر محمدی تحویل شده، از کجا اینا؟ از کجا؟ عیسی بابایی مدیر عامل مؤسسه مالی کاسپیان مازندران تو شعبه مرکزی این مؤسسه در ساری که اسناد دزدی‌هاش دستتونه، با کدومتون آقایون وزیر وکیل، با کدوماتون دستش توی کاسه است؟ آقای دژپسند وزیر اقتصاد، چی شد نامه حسن کامران؟ الان 6 ماه اون نامه رسیده دستت، چی کار کردی باش؟ مؤسسه اعتباری کاسپیان در شهریور 94 با تجمیع شرکت‌های تعاونی اعتباری کشاورزان مازندران، فرشتگان سابق، از زهرا، امید جلین گرگان، بدر توس، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، پیوند مشهد و حسنات اصفهان ایجاد میشه. اون مؤسسه ها همه مثلا منحل شدن، اما همچنان پول سپردگزارا رو پس نمیدن. دیدین دیگه پول سپردگزارا چجوری آپولی میشه دست چند نفر آدمی که آدم نمیدونه چی بگه. یعنی چی؟ یعنی همینا که الان مدیرای کاسپیانن، هر کدوم از همون مؤسسه های منحل شده اومدن پول مردم به جای اینکه بهشون بدن آوردن به اونان سهام گذاشتن تو مؤسسه کاسپیان، شدن سهامدار و سود سهامشون رو دارن میخورن. سود سهامی که مال مردمه رفته تو جیب اینا و میره. ببینین نمونه، این مال سال 96 زمانی که زکریا محتمل نوشته که متحمل باید باشه، هنوز مدیر عامل کاسپیان بود، الان یکی دیگه است، اونم رفته توی هیئت مدیره. اینا درصد سودی است که از سهامشون میگرفتن و همچنان میگیرن. وقتی رئیس قوه قضایی از سود وثیقه های مردم میخوره، خب اینا که دیگه ادعای آیت اللهی و قاضی القضاتی هم ندارن، رسما دزدن. چند تا اسم شما تو تقریبا تمام مؤسسه‌های مالی منحل شده و همین کاسپیان می‌بینید که همه جا هستن. خانواده تفکر، داداشای بای سلامی که مجلسی هم بودن اینا هستن، نماینده مجلس مرتضی عنایتی، داداشای پایین محلی، اینا کیان؟ اینا چرا باید با پول میلیون ها آدم فریب خورده از شما زندگی مجلل داشته باشن و کلش هم از مملکت خارج کرده باشن و راست راست بگردن شما مردمی که پولشون دست این جماعت تو خیابون کتک بزنین؟
علی نعیمی مدیر عامل کاسپیانه به دلیل اینکه فسادش در 24 اسفند 96 افشا شد برکنار شد. 28 اسفند 96 دوباره افقا شد. دو روز بعد، بذارید من براتون بخونم، ادامه فعالیت دکتر علی نعیمی به عنوان مدیر عامل کاسپیان مجدداً مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره این مؤسسه اعلام کردند برای رعایت مصالح مؤسسه کاسپیان و با توجه به شایستگی‌های نعیمی برای مدیر عاملی، پس از انجام رایزنی‌های لازم در جلسه مجدداً به اتفاق آرا رأی به تداوم و استمرار فعالیت نعیمی در این جایگاه دادند. چرا؟ برای اینکه دستشون تو همه نمیشه آخه. این حلقه ها رو نمیشه از هم جدا کرد. نعیمی قبلش عضو هیئت مدیره مؤسسه های منحل شده بود مثلا، بعدم که کاسپیان رو با این مرکزی درست کرد شد عضو هیئت مدیره کاسپیان مثل بقیه شون. این یه نمونه است. همه رو بارها گفتیم و پیش از اینکه ما بگیم خودتون میدونستین و میدونین. حالا همون بلایی که سر مؤسسه های مالی آوردین و گفتین همه رو یه جا جمع میکنیم تا بشه زیر کنترل دولت باشن، یعنی دزدیاشون با حساب کتاب باشه و پشتیبانی دولت هم داشته باشه، داریم با بانک ها میکنیم. 11 اسفند 97 رئیس جمهور ادغام 5 بانک نظامی در بانک دولتی سپه را اعلام کرد. کوثر، مهر اقتصاد، قوامین، حکمت ایرانیان، انصار 5 تا بانکی هستند که در بانک سپه ادغام میشن. بیش از 25,000 کارمند دارن این 5 تا بانک، بیش از 26,000 کارمند دارن تو تهران شهرستان ها. یعنی بیش از 26,000 خونوار بینون میشن. بعد چرا اصلا اینا رو دارین میکنین تو بانک سپه؟ چون ورشکستن. خب قرار شده حدود 20,000 میلیارد تومان بدهی و ضررشون رو از سپاه و ارتش بگیرن. 20 میلیارد، خب 20,000 میلیارد، بقیه‌اش هم قرار دولت تامین کنه طبق تحریک آقای رئیس جمهور تدبیر و فلان و اینا اعلام کرده. یکی از این بانک‌ها فقط بانک قوامین که مال نیرو انتظامیه نزدیک 70,000 میلیارد تومان بدهی داره. دولت از کجا تامین میکنه؟ بانک‌های نظامی در مجموع بالغ بر حدود 2,000 میلیارد ریال دارایی دارن و در مقابل حدود 2,000 میلیارد ریال بدهی به بار آوردن. یعنی چی؟ یعنی هیچی پول ندارن. به طور کلی تو این 5 بانک بیش از 1,786,000 میلیارد ریال سپرده‌گذاری انجام شده. یعنی اینقدر پول گذاشتن تو این بانک‌ها مردم، نزدیک 2,000 میلیارد ریال همش خورده شده. حالا دولت میخواد از بودجه مملکت، یعنی از پول عوارض و مالیات و صندوق توسعه و غیره، یعنی از سفره مردم بیاد ضرر اینا رو جبران کنه دوباره بهشون بده. سر مؤسسات مالی هم همینطور شد که 11,000 میلیارد تومان دولت از جیب مردم داد که میگن اعلام کرده 11,000 یا 20,000 میلیارد تومان داده، در شرایطی که حداقل دستمزد همین مردم رو نمیتونه از 4 برابر زیر خط فقر نجات بده. خط فقر بالای 4,500,000 تا شده، 1,100,200 حقوق ماهانه است. آخه شرم‌آور نیست بابا؟ بانک‌های انصار و مهر اقتصاد مال سپاهن، بانک قوامین مال نیرو انتظامیه، بانک حکمت ایرانیان مال ارتشه، مؤسسه اعتباری کوثر مال وزارت دفاع. چرا اینا ورشکست شدن؟ چرا این 5 تا بانک نظامی نزدیک 1,800,000 میلیارد ریال از مردم سپرده گرفتن و حالا هیچی ندارن و باید دوباره دولت از سفره همین مردم بیاد بازم صندوق اینا رو پر کنه؟ دولت این بار به کیا داره رشوه میده از جیب مردم؟ بقیه بانک هم وضعشون همینه. بررسی صورت‌های مالی بانک‌های جمهوری اسلامی مطابق آخرین صورت مالی منتهی به 31/6/97 در سایت سازمان بورس نشان می‌دهد. برای نمونه فقط میگم سرمایه ثبت شده بانک دی 640 میلیارد تومان، زیان انباشته 6740 میلیارد تومان. یعنی کل سرمایه 640 میلیاردی از بین رفته، 6000 میلیارد تومان زیان خالص باقی مونده. خب سرمایه ثبت شده بانک سرمایه 400 میلیارد تومان، زیان انباشته 14900 میلیارد تومان.
یعنی کل سرمایه 400 میلیاردی از بین رفته و 14400 میلیارد تومان که 36 برابر سرمایه بانک از زیان خالص باقی مانده. میزان سپرده های مردم 31500 میلیارد تومان است در بانک سرمایه که در واقع نیمی از این 31000 میلیارد تومان سپرده های مردم از بین رفته است. از بین نرفته است. مافیای سیاسی و اقتصادی و حاکم خورده این پولو. سر همین بانک سرمایه حاج حسین هدایتی بازداشت میشه. اینا معمولا وقتی بازداشت میشن که از باد شدن زیادی دیگه نمیخوان به هر کی و هر طور سواری بدن. صاحباشون هم خودشون راحت کنار میکشن. یادتونه بابک زنجانی رو وقتی گرفتن گفت من یک بسیجی اقتصادی بیش نیستم. حالا حسین هدایتی با تبانی 586 میلیارد تومان از بانک سرمایه خارج کرده است. حسین هدایتی کارگری بیش نیستم. بله. نه اون بسیجی اقتصادی میدونست، نه اینکه کارگری بیش نیست میدونه که تاریخ مصرفشون که تموم میشه رئیس کل مافیا قربانیشون میکنه. حالا توضیح میدم. ببینین یکی از کارهایی که تو جمهوری اسلامی به کرات انجام میشه و هیچ ساز و کاری هم در مقابله با این هجوم دروغ و پول چاپ کنی نیست، ثبت شرکت های سوری و کاغذی به اسم این و اون. پولی میدن به من نیازمند یا من معتاد یا هر چی، پولی میدن دست خوش تا قبول کنم که به اسم من یه شرکت زده بشه. بعد همونی که به من پول داده بره با اسم اون شرکت هر کاری دلش بخواد بکنه، وام بگیره، شریک بشه، اعلام پروژه بکنه، نمیدونم بعد بره بودجه بگیره و غیره و غیره. چرا 586 میلیارد تومان به اسم آقایونی که بنده خدا خانه‌داره و گرفتاره، اون آقایی که راننده تاکسیه، اون آقایی که پیک موتوریه، چرا به این شکل گرفتید پول رو؟ نماینده دادستان میگفت هدایتی شرکت‌های سوری و کاغذی رو تأسیس کرده و از طریق این شرکت‌ها وام‌های کلانی رو دریافت کرده و این وام‌ها رو در جاهایی که باید هزینه می‌کرده هزینه نکرده. من لیست بلند و بالایی دارم از اینکه شما چقدر با پولهای مردم، اموال مردم در بانک سرمایه به چه کسایی دادید. نمیتونم اسمشون رو بیارم، دوست دارم خودشون بیان پولها رو برگردونن که دادستانی نخواد احضارشون بکنه. آره بشین تا بیاد بیارن. نماینده دادستان گفت مدیران عامل بی‌بضاعت این شرکت‌ها پس از حضور در بانک و دریافت دست چک، چک‌ها را امضا کرده و در اختیار هدایتی می‌گذاشتند. در پرونده حاضر موسوم پرونده گروه هدایتی آقای حسین هدایتی دولابی در پوشش 8 فقره شرکت‌های سوری به نام فلان و فلان و فلان اقدامات مجرمانه انجام داده. اتهام متهم ردیف اول با تبانی با یکی از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیران ارشد بانک سرمایه جهت اخذ اعتبارات غیرقانونی از بانک محرز است. هدایتی 1500 میلیارد تومان معوقات از بانک سرمایه دارد. نماینده دادستان گفت تعدادی از مدیران بانک سرمایه امتیازات زیادی را در قالب رشوه پرداختند که به عنوان مثال میتوان به پرداخت شدن تسهیلات به آقای یاسر ضیایی قائم مقام بانک سرمایه اشاره کرد که بدون تودیع وثیقه به ارزش 130 میلیارد که 25 میلیارد از تسهیلات را گرفته و اکنون نیز در منزل هدایتی سکونت دارد. ببینید 130 میلیارد تومان بدون اینکه وثیقه‌ای بگیره، آقای یاسر ضیایی قائم مقام بانک سرمایه بود، حالا بهش میرسیم، بدون اینکه وثیقه‌ای بگیره از هدایتی 130 میلیارد بهش پول میده از سرمایه بانک سرمایه، 25 میلیاردش رو دست خوش میگیره، 25 میلیارد تومانش. یا میتوان به پرویز کاظمی اشاره کرد، عضو هیئت مدیره بانک سرمایه، که در ازای پرداخت تسهیلات کلان 600 میلیاردی به حسین هدایتی دستخوشش چی بود؟ در سمت هیئت مدیره شرکت استیلازین منصوب شد. شرکت استیلازین هم مال آقای حسین هدایتی. اینا رو این دستگاه عدل اسلامی و این دادستان چیه؟ جعفری دولت آبادی نازنازی تازه فهمیدن و اون نماینده دادستان که توی دادگاه داره میگه که شما فلان فلان نمیدونستین، یا الان رئیس مافیا گفته وقتشه که ترمز هدایتی رو بکشین. بذارین یکی دو تیکه بخونم براتون بعد جمعش کنیم. نماینده دادستان گفت
آقای پرویز کاظمی عضو هیئت مدیره بانک سرمایه، قبلا رئیس هیئت مدیره شرکت استیلازی متعلق به حسین هدایتی بوده، و یاسر ضیایی قائم مقام بانک سرمایه و مدیر یکی از شرکت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان پاداش خدمات خود به سمت مدیر عاملی کارخانه لوله اهواز که قبلا متعلق به هدایتی بوده انتخاب می‌شود و مبالغ کلانی توسط هدایتی به یاسر ضیایی پرداخت شده و غالبا مبالغ مزبور از طریق کارمند و راننده ضیایی به نام امیر توللی متهم ردیف 7 پرونده به ضیایی پرداخت می‌شده است. جعفری دولت آبادی دادستان تهران فرمودن که پرونده بانک سرمایه 30 تا متهم داره. کجا کیه؟ دو سه تاشون که مهره اصلی این باندن میگم، بقیه راننده و کاسب و کسایی که گول اینا رو خوردن و طمع کردن، شاید چه میدونم، ولی اون دو سه تا رو میگم که چجوری این باند عمل میکرده. یه نمونه کارشو ببینیم. متهم دوم پرونده سید مهدی موسوی نژاد است. او وثیقه تراش گروه حسین هدایتی بوده. موسوی نژاد تو دادگاه میگه من ملک و زمین و خونه و این چیزا رو با قیمت واقعی میدادم به هدایتی به عنوان وثیقه. مثلا حال دستخوش میگرفتم، گفته برو اینو بذار وثیقه، بعدا هم میگیریمش دیگه. هدایتی میرفت بالای 1000% گرونتر وثیقهش میکرد واسه وامای میلیاردی که میگرفت. بله، من مرکمه بوده فروختم، حالا ایشون چقدر گذاشته تو بانک و یه مسئله دیگه. چقدر گذاشته تو بانک؟ فکر میکنم 340 میلیارد تومان. شما چرا اون وقت فروخته به آقای دارید؟ 87 تومان. تو بانک کاظمی و ضیایی دو تا آدم اصلی این پروندن، اگر هم آدم های اصلی کسایی دیگه هن. اینا پادوهایی هن که باید جمعشون کرد از آدمای اصلی حقیقی. محمد شریعت مداری وزیر دولت روحانی که همیشه تو سیستم بانکی و اقتصادی جمهوری اسلامی نقش اطلاعاتی مهمی داشته از آغاز تا امروز، ممهادی رضوی داماد حزب اللهیش، بازیگر و سرمایه‌گذار سریال‌های تلویزیونی که صندوق ذخیره فرهنگیان رو به بدهی کلون کشوندن، مثلا این تونتون یه سری بدهبستونا تو این باند مافیای احمدی نژادی. براتون بگم احمدی نژادی روحانی چی، براتون بگم همه زیر این خیمه آقای امام خامنه ای. وزیرای احمدی نژاد هیچ کدوم نتونستن زیر زیرکی بخورن، تقریبا همشون یه جورایی گیر افتادن، میدونین دیگه، به جز اونایی که به چیز دادن، به بابک زنجانی امضای فروش رو دادن. باری حسین هدایتی به جهت دریافت وام 600 میلیارد ریالی بدون وثیقه کافی از طریق پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت احمدی نژاد و عضو هیئت مدیره بانک سرمایه، آقای کاظمی رو منصوب می‌کنه. طبق روزنامه رسمی مورخ 9 آبان 90، پرویز کاظمی می‌شود نماینده بانک سرمایه در شرکت تجارت الکترونیک. و چراش هم اینه که بانک سرمایه خودش آدم داره، ولی آقای حسین هدایتی که ظاهراً هیچ کاره بانک سرمایه است، میخواد که پرویز کاظمی که وزیر بوده بره، قبلا وزیر بوده و تو بانک سرمایه هم حرف آخر حسین هدایتی میزنه دیگه. کل سرمایه مردم بدبخت دست این آدمه. مقدار قابل توجه پول در حساب بانکی فرزند همسر دوم حسین هدایتی موجود است. چقدر اعلام نشده. بشه چی میشه؟ حسین هدایتی با یکی از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان تبانی کرده و 66 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده. با کی؟ با یاسر ضیایی شیرکلایی که علاوه بر بانک سرمایه در شرکت‌های مختلف حضور داشته. طبق روزنامه رسمی 23 بهمن 93 یاسر ضیایی شیرکلایی، شیرکلایی شاید باشه، شیرکلا، شیرکلا، نمیدونم، ایشون طبق روزنامه رسمی 23 بهمن 93 به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران اطلس که از شرکت‌های زیرمجموعه ذوب‌آهن اصفهان است منصوب می‌شود. این شرکت از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان است که یعنی مال صندوق ذخیره فرهنگیانه، که صندوق ذخیره فرهنگیان سهامدار عمده بانک سرمایه است. یاسر ضیایی شیرکلایی طبق روزنامه رسمی 6 اسفند 93 نماینده شرکت سرمایه‌گذاری آتی صبا در شرکت پتروشیمی خراسان معرفی می‌شود. او سابقه مدیر عاملی شرکت پتروشیمی اصفهان را هم دارد. نماینده دادستان، همه اینا رو گفتم، برسیم به اینجا. نماینده دادستان در جلسه دادگاه هدایتی گفته بود که قصد متهمان برای ضربه زدن به نظام احراز نشده است. قصد ضربه زدن به نظام کیفرخواست اعدام دارد، اما کیفرخواست صادره برای هدایتی. چرا این روزنامه رسمی هم اینجوری مونده اونجا؟ اسم منو با هم ریخت. این روزنامه رسمی رو مرسی. من فقط یه تیکه بگم درباره آقای یاسر ضیایی شیرکلایی که
اینا بهشون جایزه میدن. میدونین که ناصر زیایی شیرکلایی رو سال ده 96، یعنی حدود 6 ماه بعد از اینکه آقای بیش از 6 ماه بعد از اینکه حسین هدایتی بازداشت میشه، ده 96، چون حسین هدایتی اردیبهشت 96 بازداشت میشه، ده 96 آقای و تیر 96 ببخشید، ده 96 آقای یاسر زیایی شیرکلایی که در همون مجموعه هست، این آدم بهش پست دولتی داده میشه و چه کاره میشه؟ امیدوارم پیداش کنم. من تا پیداش نکنم پا نمیشم روی این صندلی. در جریان آن وقتمون کمه، ایشون شدن چی؟ قائم مقام در جریان فلان. اکنون در منزل خب در جریان اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سه متهم بانک سرمایه نماینده دادستان گفت که قائم مقام پیشین این بانک یاسر زیایی شیرکلایی که 130 میلیارد تومان تسهیلات بدون تودیع وثیقه به حسین هدایتی پرداخته، اکنون در منزل الان در منزل حسین هدایتی سکونت دارد. و وقت نداریم که صحبت‌های آقای علی پروین رو پخش کنیم که میگه هر چی به حسین هدایتی داده کادو بوده. کادو و خبر رو که پس نمیگیرن که آقای دادستان گفته که بیارین پولا رو پس بدین. حالا شما بگو کادو. ولی بذارین یه نکته کوتاه هم بگم، فرصتمون خیلی کمه، ولی وکیل حسین هدایتی کیه؟ سیامک مدیر خراسانی. سیامک مدیر خراسانی خودش قاضی بسیاری از پرونده‌های مهم فساد اقتصادی و مالی بوده. پرونده سعید مرتضوی اختلاس بیمه، پرونده‌های مالی محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد، اینا همه دست آقای سیامک مدیر خراسانی بوده. فرصت نداریم عکسشو ببینین، حداقل با ایشون آشنا بشین. اون الان وکیل حسین هدایتی است. ببینید که اوضاع از کجا به کجاش خرابه. بریم پرده آخر شد. یادتونه 50 سال پیش چلو کبابیان ببخشید مثل هم الان نمیدونم این باز نمیشه، مثل این دستمال کاغذی بود ها، یه ظرف چلو کباب که بود یک قاپاق مانندی هم بگید روش بود مثل در قابلمه. چرا اینجوری میگذاشت؟ به خاطری که وقتی داره تو بازار این چلو کباب رو میبره برای مغازه مشتنسن، یه کسی که گرسنه هوس بگید آی مردا، اگه میخواید کسی نسبت به زن و دختر شما هوس نکنه یک چادر بندازید. شب و روزگار خوش.